شب به نیمه های خودش نزدیک شده بود و مردم همگی در خواب بودند. اما ملا هنوز بیدار بود. دستهایش را بالا آورد و همانطور که چشم به تیرهای چوبی سقف اتاق دوخته بود با خدا راز و نیاز میکرد. خدایا ای کریم بخشنده‌ای که هر چیزی به هر کسی بدهی از دارایی و ثروتت کم نمیشود. چه میشود که 1000 دینار به من بدهی که به زندگی خودم سر و سامان بدهم؟ وقتی دستها و سرش را پایین آورد لحظی چشمهایش را بست و با خودش فکر کرد که اگر راستی راستی خدا 1000 دینار طلا برای او بفرستد چه کارها میتواند انجام دهد. برای همین بود که دلش خیلی شاد شد و وقتی سرش را همراه دستها دوباره بالا آورد با صدایی بلند فریاد کشید: خدایا 1000 دینار، نه 1 دینار کم و نه زیاد، باید 1000 دینار برایم بفرستی که کاروبارم رونق بگیرد. صدای ملا خیلی بلند بود. به اندازه که از دیوار اتاق او گذشت و به گوش همسایش رسید. همسایه ملا نصرالدین که بود؟ یک آدم پولدار اما خسیس که دوست داشت سر به سر هر کسی بگذارد و با مسخره کردن دیگران وقت خودش را بگذراند. مرد خسیس با شنیدن صدای ملا با خودش فکر کرد که خوب است نقشه‌ای بکشد و ملا را به قول معروف سر کار بگذارد. با همین فکر 999 سکه طلا را داخل کیسه کرد. بعد هم پشت دیوار ایستاد و کیسه را به داخل خانه ملا پرتاب کرد. ملا نصرالدین همانطور که با خدا راز نیاز میکرد صدای جیرینگ سکه های داخل کیسه را شنید و چشمهایش از حدقه بیرون زد. چه اتفاقی افتاده است؟ این صدای سکه های طلا که روی هم قلتیده بود واقعیت داشت؟ آیا خواب میدید یا بیدار بود؟ باید توی حیاط را نگاه میکرد تا همه چیز معلوم شود. ملا در حالی که قیافه جالب پیدا کرده بود از جا بلند شد و با خودش خیال میکرد که یک یا چند نفر در حیاط خانه پنهان شدند و مواظب هستند. برای همین بود که وقتی از اتاق بیرون آمد با چشمهای از حدقه بیرون زدش همه جا را به دقت نگاه کرد. وقتی نگاهش به کیسه‌ای که درست زیر پایش بود افتاد ناگهان در جا خشکید و پاهایش لرزه گرفتند. لبهایش تکان تکان می‌خورد و کلمه‌های نامفهوم از میان آنها بیرون می‌آمد. با دست جلوی دهانش را گرفت و مبادا صدای ناهنجار و بلندی بیرون دهد. هیچ کس نباید از این ماجرا خبردار شود. خم شد و دو زانو نشست تا بر نرمی انگشتان دستش بتواند کیسه را لمس کند. کیسه پر از سکه بود. صدای جیرینگ جیرینگ سکه ها از داخل کیسه بهتر شنیده شد. بی اختیار سرش را بلند کرد و نگاهش که به ستاره ها افتاد خدا را شکر کرد و گفت: پروردگارا، باورم نمی شود که به این زودی حاجت روا شده باشد. بعد کیسه را برداشت و به اتاق دوید. برای اینکه مطمئن شود این کیسه از آسمان برای او فرستاده شده است در آن را باز کرد و سکه ها را ریخت روی زمین. باید همه آنها را می شمرد تا مطمئن شود 1000 سکه است یا نه. وقتی فهمید یکی از آنها کم است اول تعجب کرد و وسط سرش را با سر انگشتان دست خاراند، اما لحظه بعد زیر لب گفت: خدایا 1000 سکه برای من در نظر گرفته بود ولی معلوم است که در شمارش آنها اشتباه کرده است. و سرش را بالا و پایین کرد و ادامه داد: خدایا آن یکی را که کم است نادیده میگیرم. بعد سکه ها را توی کیسه ریخت و گلوی آن را گرفت و خوشحال از جایش بلند شد. همسایه خسیس که می دید شوخی او کار دستش داده و ملا همه چیز را جدی گرفته است بلند شد و آمد توی کوچه و در خانه ملا را به صدا درآورد. وقتی ملا در را باز کرد مرد خسیس فریاد کشید: سکه هایم را بده. ملا نصرالدین با ناراحتی گفت: نمیفهمم چه میگویی، کدام سکه ها مرد حسابی؟ مرد خسیس گفت: کیسه پر از سکه را من توی خانه‌ات انداختم، زود برو آن را بیاور. ملا نصرالدین در را هل داد و بست و از همونجا که ایستاده بود گفت: عجب آدم نادانی هستی، من از خدا چیزی خواستم و خدا همان را برایم فرستاد. مرد خسیس از پشت در فریاد کشید: نزد قاضی میروم و از تو شکایت میکنم. اما ملا نصرالدین که فقط به فکر سکه ها بود اصلا حرف او را نشنید که پاسخی به آن بدهد. فردا صبح مرد خسیس در خانه ملا آمد و به او گفت که باید پیش قاضی بیاید. ملا نصرالدین هرچند که آن شب را از خوشحالی زیاد نخوابیده بود اما برای اینکه شر همسایه خسیس را از سر خودش کم کند گفت: من را از قاضی میترسانی؟ بعد از خانه بیرون آمد و گفت: برویم. مرد خسیس با عصبانیت چوب دستی خودش را به اولاغی که روی آن نشسته بود زد و گفت: زود باش که قاضی منتظر ماست. اولاغ چند قدم دوید که ملا نصرالدین فریاد کشید: آهای، چه خبره، من پاهایم درد میکند و نمیتوانم تون تون راه بروم. مرد خسیس از روی اولاغ پایین پرید و با عصبانیت بیشتر از پیش به ملا نصرالدین گفت:
تو میخواهی وقت رو تلف کنی تا به موقع پیش قاضی نباشی. اما من از تو زرنگتر هستم. بفرما تو روی اولاق بنشین و من تون تون دنبال شما میآیم. بعد کمک کرد تا ملا درست حسابی روی اولاق نشست. وقتی چوب دستی او بر پشت اولاق خورد، اولاق و مرد خستیز پا به پای هم شروع به دویدن کردند. اما هنوز راه زیادی نرفته بودند که ملا نصرالدین افسار حیوان را کشید. وقتی اولاق ایستاد، مرد خستیز جلو دوید و در حالی که رنگ چهرش از شدت ناراحتی سیاه شده بود گفت: دیگر چه شده؟ چرا اولاق را ایستاندی؟ ملا نصرالدین با قیافه حق به جانب گفت: مرد حسابی، اولاق تون تون راه می رود و باد به بدنم می خورد. بعد چند تا سرفه کرد و ادامه داد: من پیر شدم و ممکن است سرما بخورم. مرد خسیس با مشت توی سرش کوبید و گفت: من باید برای آدم از خود راضی و ناراحتی مثل تو چه کنم؟ ملا نصرالدین باز هم سرفه کرد و گفت: تو که می خواهی من را پیش قاضی ببری، باید فکر اینجایش را هم می کردی. مرد خسیس عبای خودش را از دوش برداشت و آن را روی شانه های ملا انداخت و گفت: این هم عبا که سرما نخوری. بگو ببینم، گرسنه‌ات نیست تا نان هم برایت بیاورم یا تشنه نیستی که کوزی آب بخواهی؟ ملا عبا را محکم به خودش پیچید و سرش را بالا برد تا بگوید چیز دیگری لازم ندارد که اولاق راه افتاد. وقتی به خانه قاضی رسیدند، مرد خستیز که خسته و کوفته شده بود خودش را زودتر از ملا نصرالدین به قاضی رسانید و گفت: جناب قاضی، با هر رنج و زحمتی که بود او را آوردم. ملا نصرالدین با خونسردی افسار اولاق را به چوبه‌ای که بیرون خانه قاضی بود بست. بعد هم آرام آرام وارد خانه قاضی شد. قاضی از ملا پرسید: این مرد ادعا می کند که یک کیسه پر از سکه های طلا در خانه تو دارد، آیا حرف او درست است؟ ملا نصرالدین گفت: او دیشب به خانم آمد و همین حرف را زد، اما من نمی فهمم که از چی حرف می زند. قاضی رو به مرد خسیس کرد و پرسید: آیا برای ادعای خود شاهدی هم داری؟ مرد خسیس با ناراحتی جواب داد: نه ندارم، اما قسم می خورم که سخنم راست است. قاضی لحظه سکوت کرد. به نظرش می رسید که مرد خسیس دروغ می گوید. در همون لحظه ملا گفت: جناب قاضی، اگر با من کاری ندارید دنبال کسب و کار خود بروم که خیلی از روز گذشته است. مرد خسیس جلوی ملا پرید و راه را بر او بست و در حالی که رو به قاضی کرده بود گفت: جناب قاضی، ببینید که او چقدر پررو و بی حیاست. حتی این عبای من را هم از دوشش بر نداشته، دارد می رود. قاضی با حیرت از او پرسید: یعنی ادعا می کنی که عبای تو بر تن اوست؟ بعد با همان لحن ساده از ملا پرسید: ادعای او درست است یا نه؟ ملا که سعی داشت لبخندش از چشم قاضی پنهان بماند، لب و چانه‌اش را جمع کرد و گفت: جناب قاضی، این مرد هر لحظه یک ادعای جدید و تازه می کند. لابد اگر من بیش از این منتظر بمانم، ادعا خواهد کرد اولاقی که بیرون بستم مال اوست. مرد خسیس که چشمهایش همه جا را تیر و تار می دید فریاد کشید: آری جناب قاضی، آن اولاق هم مال من است. قاضی با شنیدن این حرف از کوزه در رفت و به مرد خسیس گفت: چرا ادعای پوچ و بیهوده می کنی؟ من خودم دیدم که تو با پای پیاده به خانم آمدی و او با اولاق. بعد از جا بلند شد و با تندی به مرد خسیس گفت: زود از اینجا برو که اگر بیش از این سخن بگویی، تو را به جرم دروغگویی و تهمت زدن به دیگران محاکمه می کنم. مرد خسیس از خانه قاضی بیرون آمد در حالی که چشمهایش گریان و پاهایش لرزان و اندیشش پریشان بود. در همون موقع چشمش به ملا افتاد که جلوی خانه قاضی ایستاده بود و انگار انتظار او را می کشید. خواست راه خودش را بگیرد و برود، اما ملا صدایش زد. مرد خسیس ایستاد. ملا در حالی که افسار اولاق را می کشید پیش او آمد. اول عبا را از شانه هایش برداشت و به او داد و بعد هم افسار اولاق را به دستش سپرد و گفت: این عبا و اولاقت. مرد خسیس که باور نمی کرد ملا نصرالدین چنین کاری کرده باشد، خیره خیره او را نگاه کرد و خواست حرفی بزند که ملا گفت: دیشب من با خدای خودم راز نیاز کردم و تو که حرف و سخن مرا شنیده بودی، خواستی سر به سر من بگذاری و مسخرم کنی، اما فکر نکردی که ممکن است من از این شوخی تو ناراحت شوم. من هم به فکر تلافی افتادم و خواستم با تو شوخی کنم و سر به سرت بگذارم. مرد خسیس کمی حالش جا آمد و لبخندی کمرنگ بر لبهایش نشست و گفت: پس تو میدانی که آن کیسه پرسته که مال من است. ملا خندید و گفت: آری میدانم. بعد به راه افتاد و ادامه داد: وقتی به خانه رسیدم کیسه پرسته که های تو را خواهم آورد و 999 سکه را. مرد خسیس پرید و دست ملا را گرفت و بوسید. در همان حال به او گفت:
چگونه میتوانم از تو سپاسگزاری کنم؟ ملا گفت فقط با کسی شوخی کن که با تو شوخی داشته باشد و به راهش ادامه داد.